آیا ما به پدر و مادر خود مانندیم؟ هرچند ما و شما به پدر و مادر خود مانند باشیم هم، لیکن هر یک شخص شخصی دیگر فرق میکند. میگویند که کودکان آینده ما هستند. پس ما تا کجا در این مسئله، یعنی نسبت آینده خود سخت گیریم؟ تا کجا ما نسبت آرزو و امیدهای کودکان توجه داریم؟ و برای به مقصد رسیدن کودکان ما تا کجا یک محیط سازگار، یک محیط آرام، یک محیط سازنده فراهم می آوریم؟ و تا کجا واقعا هم نظرهای کودکان برای ما مهم است؟ دوستان عزتمند، ما تصمیم گرفتیم که این نوبت در برنامه می گویند که همین مسئله ها را مطرح بکنیم. همه ما زمان کودک بودیم. می گویند که عادت و خصلت هایی که ما امروز داریم از زمان کودکی سرچشمه می گیرند. تا کجا آرزوهای کودکی ما تا امروز جامعه عمل پوشید که برای رسیدن به این هدف ها به ما مساعدت کرد؟ برای تربیه درست یک کودک پیش از همه چی کارها را باید انجام داد؟ اصلا از کدام وقت تربیه کودک شروع می شود؟ تدقیقات های سالهای آخر، تدقیقات های سالهای حاضره معاصر نشان می دهند که تربیه فرزند، رشد درست شخصیت فرزند، رشد سالمی یعنی کودک، نه اینکه بعد از تولد بلکه در بطن مادر یعنی پیدا شدن جنین آغاز می شود. یعنی پیش از اونی که جنین شکل بگیرد، پیش از اونی که مقصدی فرزنددار شدن باشد، باید هم پدر و هم مادر به این چیز آماده باشند. یعنی همین آمادگی پدر و مادر، آمادگی به فرزنددار شدن یک مقصد گذاری های باطنی را در آدم به وجود میارد که علاکه پدر مسئولیت خود، مادر مسئولیت مادری خود را پیدا میکند. و بسیاری حالت های میشوند که همین نازکی را هم پدر و هم مادر نمیدانند و یک و یک باره آیله دار میشوند و فرزنددار میشوند و دیگر خودشون یعنی طلبات های باطنی خود یا که طلبات های معنوی خود را قانع نگردانده، قانع نشده صاحب فرزند می شوند. وقتی که یک آیله جوان جسمان و روحان برای تربیه فرزند آماده نیستند، در این صورت کودک را چه انتظار است؟ می گویند که تربیه کودک از بطن مادر شروع می شود. اصلا این چی گونه تربیه است و باید در این دوره والدان چی کارها را به انجام رسانند؟ اگر از نقطه نظری یعنی فیزیولوژی، رشد فیزیولوژی کودک جنین نگاه کنیم، علاکه در 4 ماهگی شکلگیری احساسات، یعنی احساس بینایی، حتی احساس شنوایی، احساس بوی، اینها در جنین شکل میگیرند. یعنی یک شکلگیری. اگر در همون دوره مادر احتیاط کارانه عمل نکند، احتیاط کارانه خوراک استعمال نکند، یعنی با خودش با تنظیم ندارد، اون چیزی که برای ارگانیسم لازم است، اون چیزی که برای جنین لازم است تامین نکند، علاکه ویرانشوی رفتار، ویرانشوی یعنی جنین با وجود می آید. و هنمون مناسبت شوهر با زن و مناسبت زن با خودش، این یک شکل تربیه هنمون جنین در بطن است. وقتی در دوره حامله‌داری محیط آیلوی خوب نیست، مادر همیشه مورد خشونت و فشار روانی قرار می‌گیرد، آیا به سلامتی کودک زیان می‌رساند؟ دوره حامله‌داری مادر حالت‌های عصبانیت می‌گذارند. عصبانیت به همه معلوم است که سبب عصبی عصبانیت این فشار بلندی مادر می‌شود. در وقت فشار بلند شدن مادر، طفل مثال در بطن مادر نادرست افزایش می‌یابد. سبب مثال این سبب آورده می‌رساند به بیماری اختلاجی، میگیم بیماری سرعی، اپیلپسی آورده می‌رساند. تولدی وزبین در شرایط خانه تولد میکنند، نادرست تولد کردن میتواند که سبب اپیلپسی، سبب اساسی هم اپیلپسی که یکی از همه بسیار پنج شده ترین در این بیمارخانه ما اپیلپسی است.
که این با سوست عاقبت‌های اپیلپسی به همه معلوم است که عاقبت‌هاش با سوست عقلی مثال سوست عقلی بعد با حالت‌های دیسفریه میگیم نورومی عصبانی آورده میرساند. میگویند که مرحله دیگری تربیه کودک این دوره بعد از تولد است. باید در این دوره نیز مادران قاعده‌های مخصوصی تربیه را رعایت نمایند تا باعث شکل گیری عادت‌های ناشایسته فرزندانشان نگردد. مادر در روند تربیه کودک نقش اساسی را می‌بازد. از روز تولد شدن کودک از همه پیش مادر را می‌شناسد. بی‌شعورانه چون که این چشم که واکد به دنیا مادرش را می‌بیند. گیره کرد اگر باز می‌بیند مادرش را. گرسنه ماند گیره می‌کند باز می‌بیند که اما زن حالی نمی‌داند که نام او مادر است. شخص که کسی آمده را می‌گیرد و او تسکین می‌بخشد سیر می‌شد با خواب می‌کند. چرا آموخزاندن دکار؟ مثلا کودک سه وقت گیره سر می‌کند. یکی گرسنه باشد، دوم بدنش تر شود یا اینکه یگانجاش درد کند. اگر دائمی باشد این گیره دائمی هم سیت پس باید دکتر باید نشانتیم که نه هیچاش درد نمی کند. پس دو تاش میموند وقتی گرسنگی و تر شدن. اما ترش هم دایم اگر نظارت که استن تر نشد و که بوجوه با بعد از خوراک دادن سینوزا باگیره کند پس او عادت کرده است به بغل مادر. اما کسی که دایم را میگیرد گیره میکند که بازم مادرم من گیره دو در بغلش به گرمی مادر من خوابم برد. در دست مادر خوابش میبرد بعد در جواب میموند. این همین عادت از اولش علاقه کاری کلان نکرد که عادت نکند. یعنی گیره هم کرد اگر میبیند که خشک است، میبیند که نو خوراک داده بید سیر است، نگیرد. اگر سه چهار روز هم همین دوام کند نگیرد، بعد میفهمد که نه این گیره من هم فایده نمیکرد، بهتر است که خواب میکنم گیره نمیکنم. گفتیم که در این دوره پیش از همه مادر برای تربیت فرزند مسئول است. اما این معنای آن را ندارد که همه را به دوش زنان بار کرد. متخصصان میگویند که باید پدر و شخصان نزدیک به مادر برای تربیت درست کودک شرایط مهیا کنند. چگونه؟ و چقدر امکانات های همون مادر را ما محدود میکنیم همون قدر تاثیر به کودک رسانده میشود. نه اینکه به مادر. البته مادر هم تاثیر رسانده میشود لیکن تأثیر اساسی به کودک رسانده می شود. چون که کودک تا حال یک چگویم ابیکتی غیر فعال هست، ابیکتی وابسته است و هر چیزی که مادر اثر بگذارند اون تستر قبول میکند و به خود میگیرد و خود را ناراحت حس میکند. برای همین یعنی شخصان اطراف به واسطه وظیفه دارند که مناسبتشان را با مادر، با همین مادری که به دنیا آورده است درست برقرار کنند و همین مناسبت درست تربیه درست کودک شکل میگیرد. همین طور یک دوره مهمی است که عادت و رفتارهای کودک شکل میگیرد که برای آن پیش از همه محیط آیلوی سبب شده میتواند. حالتهایی هست که برای انجام عملهای نادرستشان کودکان مورد خشونت و زورآوری کلان سالان قرار میگیرند. هیچگاه کودک را سخت جنگ کردن، یک کار می فرماید و بعد اجرا نکرد یا که کار نادرست. اگر جنگ کنید که این احمق تو عقلت نیست، یک کار درست کردن نمی توانی. اگر یک جنگ کنید، اوستو باز می کنم کار نمی کنم من. هر بار که کنم نتونم من را جنگ می کنم، بهترش که این کار نمی کنم. بسیار وقت کار می فرماید بعضا. این کار را خودش درست نمی فرماید. بعد نادرست اجرا میکند حتما سرش با یک عادت بدی بردی مهمین است که در سرش میزند. آسانتر زمیت میکند سرش میزند. اما دائم یک جاویسه مهم یک ضرری جسمانی هم میبردارد. بعد من گفتم کنم جنگ کردن در کار یاد دادن در کار. حتما. این یک مثال عادی گویم خشونت گوستید عادت. دختر یا پسرچه میبینن که پدرشان زمین پابل میکند، جوی میکند، با هرچی میشناند و نگاه میکند، یعنی یک عبرت نیک میشد با وی. عبرت.
یا مادرش میبین بعد از هر خوراک خوردن کاسه و پیالوی چوی میشوید، قاشقوی میشوید، برده جا بجا که میماند. انا مثال همی خیلی بینه تصور کنید که یک پسرچه این چوی که ما خودمون میبینیم و بعد صحبت میکنیم، پدرش جویک میگرد، مثلا یک قطار شنان علاقه میگه منم پدرم با یاردم کنم چی؟ یه علاقه طلبه سینفی چهار پنج باشد. میگرد جویی که میکند کجو کلیب میشد یا سیبی چهار میسان اکو کسی که یکی به این کار قابلیت دارد جویی که میکند چی میکند دو سیت جویی که پدرش میبیند و بعد میگرد امی کاری که نمیتانی چیکار میکنی کرده توی کی گفت امی کار اجرا کن همون کتاب تگیر خوندن تا دان این کارو کاردار نشد این همی علاقه همین خوشونت هم شود اگر دیگه دیلی همو پسر از همو کار کردن با پدر یاردم کردن میموند من با پدرم یاردم کردنی بودم و حالی آمده بله پسرم میگوید و این من جان کرد این علاقه یک کمبری پدر است خوشونت و زوراوری به سلامتی کودک چی ضرر رسانیده میتواند؟ در این مسئله طبیبان نگرانی زیاد دارند میگویند که تا به کم عقلی آورده میرساند بعد ضربه بعد ضربه سخت بعد مثال نقصان گرفتنی سر بسیار کسل های اپیلپسی میگیم که خروجی سرعی میگیم و در وقت اچک گرفتن پیدا شدن اچک در سر مثال خروجی سرعی پیدا می شود که عاقبت های این با کم عقلی سست عقلی یا که حالت های دیسفریه وقتی که در بیمار تحت نظارت از سرشناس قرار می گیرد وقتی که در بیمار نقصان پیدا می شود مثال سست عقلی پیدا می شود با زبان روسی دیفکت پیدا میکند بیمار مثال نقصان پیدا میشود سست عقلی یا که حالت دیسفریه میگه نورم بی قراری وقتی که محبت پدر و مادر نسبت فرزند خیلی کم است و او از مهر والدین قناعتمند نیست در این وضعیت کودک چی عمل ها را انجام میدهد کودک اذیت ایموشنالی اذیت پسیخولوژی نیاز به محبت مادر دارد اما مادر وقت ندارد مادر درک نکردگی است مادر نمیخواهد این خیلی شدنش هم ممکن است و دیگر سبب های هستند که همین مناسبت ایموشنالی رو که اذیت ایموشنالی کودک قانع نمیشود و همون کودک احساس گناه رو در خود میگیرد یعنی با سبب رفتار مادر با سبب رفتار اطرافیان کودک خود را گناهگار حس میکند که من چی مثلا چی حالتی هست که مادر برای من همین واقعیت را که حسیات را نداده است و همین خالیگی ایموشنالی را خالیگی حسی را کودک نه در حسیات مادر بلکه در چیزهای بیرونه جستجو میکند و مادر هم چیزی آسان چیزی مثلا آسانی آرام کننده را در ابیکت های بیرونه میبیند مثلا تلفن یا دیگر بازیچه ها یا شیرینی ها آهسته آهسته کودک قناعتمندی ایموشنالی را نه از حسیات مادر بلکه از چیزهای ابیکت های بیرونه میگیرد به نظر می رسد که گاهی پدر و مادران همراه فرزندان خود فیلم هایی را تماشا میکنند که در آنها صحنه های جنگ و کشتار و فحش و خصلت های ناخوب انسانی بسیار دیده می شود. می گویند که این گونه فیلم ها می تواند بروان کودک تأثیری بد رساند. اصلا باید چه گونه برنامه و فیلم ها برای آنها پیش نیاد کرد؟ البته وقتی که در یعنی تماشای فیلم ها و عین زمان فیلم های هستند که برای کودکان اجازه داده نمی شوند. لیکن همین مخصوصیت را پدر مادر نمی دانند و در نزد فرزندان همون نمود فیلم ها را تماشا میکنند که در نتیجه کودک جهت های همون شاید منفی باشد شاید مثبت باشد که به تفکر کودک موافق است همون را قبول میکند و اگر که این جنایت صادر کند همون قهرمان به خاطر عدالت این را کودک تحلیل نمیکند درجه تحلیل نمایی ندارد و درجه تلقین نمایی رفتار دارد و همون رفتاری قهرمان رو در شخصیت خود
همچون نمونه قبول میکند و اجرا میکند. شاید باعث سر زدن جنایت شود، شاید باعث دیگر ویران شوی های معیارهای اخلاقی شود، جمعیتی شود، که در نتیجه بینید که کودک از واقعیت دور شده شده است. بجای اینکه تحلیل کند، ترکیب کند، یک یک بار به عمل گذشته شده است. رفتارها تحلیل کرده نمی شوند، به ها گزارش کرده نمی شوند، بلکه در عمل اجرا کرده می شوند. این عمل تقلید کاری کودک است. ما می بینیم که بعضی کودک ها فهمد نفهمد. همین باندن تلویزیون را و 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله چه باشد؟ اما تماشا که می شوند، اما رسم تمام. بعد یک وقتی معین هم دارد کودک های خردسال، سنی مکتب خوان، تولد شده گیر مثال، تو این سین مکتبی بگیم. سینفای 3-4 مقصد آنها نمایش آنها دیگر است که نه آموختن سر کردن. 7 و 8 علاقه جامبینشان وسیع تر است و سی بشد و ها باز با نمایش های مرکب رو تماشا کردن اجزا بیدیم. سینفای 10-11 اینو تمام کنند ها، 9-10-11 علاقه گیریم. اینا علاقه قریب با وای میرسن به کمالاتی اخیبتی میرسن، اخیرت. و ها باز سوی مرکب تر، در سوی مرکب هم من نمایش های تاریخی است چی است و های تماشا میکنن که به خودی آنها دخل داشته باشد. مشکل دیگر این وابستگی کودکان به بازی کامپیوتری است که بعضن از معیار زیاد به آن داده می شوند. حتی گاهی پدر و مادر پیش راه آنها را نمی گیرند. این همه چی عاقبت دارد؟ این کامپیوتر یک بازی شده به تلفن هم است، اما کودک ها اکثریت هست علاقه هم خردسال هم می دانند. همون ضرر دارد به سلامتی کودکان، یعنی به سلامتی جسمانی کودکان، انکشاف جسمانی کودکان ضرر می کند. اینو باید پدر و مادرم دانند و همون به فرزنده ها بیند و نظارت کنند. بعضی کودکانی هستند که از حد زیاد همون معیاری داده شده را ویران می کنند. معیاری داده شده را ویران میکنند. به جای آنی که سیستم عصب، روندهای پسیخیکی یعنی درست شکل گیرند، به جای این ویران شوی های رفتار شکل میگیرد. یعنی آنها همون از عالمی واقعی دور میشوند و به عالمی یعنی تخیلات داده میشوند. از نقطه نظر پسیخولوژی و مخصوصا گشتالت تراپیفتی با عالم تخیلات داده شدن معنای حالت نوروز را دارد، یعنی حالت عصبانیت را دارد. و با وقتی که با تخیلات داده می شود و در واقعیت می بیند دیگر هست، اون درجه مطابق شویش ویران می شود، درجه معاشرت علاقه کردن با دیگر را ویران می شود. دیگر اون از محیط همون جامعه که با اون سن و سال موافق است، با همون شخصیت موافق است، دور می شود. در تاجیکستان قانون درباره حفظ حقوق کودکان عمل می کند. از جانب دیگر حکومت کشور برای تحصیل و رشد کودکان در سمت‌های گوناگون شرایط مساعد فراهم آورده است. کودکان در اینجا خنده بی‌غش و زندگی عاری از رنج و درد دارند. من می خواهم که در آینده مهندس آید به روبوت شوم و می خواهم که روچکه و دفتر بسازم که مثال ما روچکه رو در کیسه می گردیم و دفتر ما در خانه است و توسط خاطره ایسون ما می توانیم که به روچکه سخنهای خود رو بگویم و همه سخنهای ما در دفترمون ثبت شود. با این همه هستند نفرانی که باری گران زندگی خود را به دوش کودکان می گذارند. ما در کار خود، در فعالیت خود، در زندگی ما کودکان را در حالتهای گوناگون دیدیم. دیدیم که بعضن حالتها بعضی از کودکان با مهارتهای فوق‌العاده خود ما را در حیرت گذاشتند. دیدیم که بعضن کودکان نابسته با کوچک بودن خود کارهای خیلی بزرگ را انجام میدهند، از خود قهرمانی نشان میدهند. و برعکس همین حالتها را نیز دیدیم. دیدیم که بعضن کودکان کارهای مشکل را اجرا میکنند. در بعضن جاها کار میکنند، مبلغ به دست میارند و دور از مکتبند، دور از تحصیلند و دور از دوره های بیغش کودکیند، یعنی سرسان و سرگردانند. میدونم مشکل است. بعضن حالت ها ما با مشکلی های حیات مواجه میشویم و این ما را مجبور میسازد که کودکان کار بکنند.
اما در صورتی که یک کودک خیلی نوره است که هنوز زندگی رو نمیدونه، چیز قانون های حیات رو نمیدونه است، آیا نظر او رو، اندیشه هایش رو، فکرش رو، حوث و حوصله اش رو به آینده کسته نمیگردوند؟ بهتر اون است که به همه مشکلات روزگار خیش کودکان را همراه نسازیم. بگذار آنها یک زندگی شیرین و بیغم را پسی سر کنند و ما نسل کلان بیش را که کودکان از پای حل مشکلات خیش شویم. به تمام کودکان جهان روزگار بیغم تمنا داریم.